تلاش نماینده ها برای بهبود خدمات بهداشتی با پرداخت پول در بدل درمان بیماران در بیمارستان های دولتی، گام در جهت مشکل زایی یا مشکل زدایی. در فضای حاکم بیکاری و ناداری در بروی مردمان افغانستان، نماینده ها در مجلس بار هزینه های بهداشتی را برای شهروندان زیاد ساختند. پس از این شهروندان افغانستان ناگزیرند تا در بدل خدمات بهداشتی در بیمارستان های دولتی هم مانند بیمارستان های خصوصی پول بپردازند و دیگر خدمات بهداشتی رایگان وجود نخواهد داشت. هرچند انتقادهای سنگین از خدمات بهداشتی کم کیفیت و غیر معیاری در بیمارستان های دولتی هم وجود دارد، اما شهروندان بی پول و تنگ دست برای درمان بیماری هایشان از روی ناگزیری به شفاخانه های دولتی می روند. اما حالا به نظر می رسد که در بیمارستان های رایگان هم برای شهروندان نادار و تنگ دست بسته شده است. قرعه دو به شکل زیل تعدیل گردید. خدمات صحی ثانوی و ثالثی با پرداخت حق الاجرت یعنی فیس و معافیت از پرداخت حق الاجرت یعنی فیس طبق سند تقنینی جداگانه تنظیم گردد. مخارج صحی در افغانستان به اساس ارقامی که وزارت صحت عامه میگوید بسیار دقت کنیم، 1.5 میلیارد دلار است، یعنی 1.5 میلیارد دلار مصارف است. 73% از این مردم همی حال از جیب خود میپردازند. دو سوم باقی مانده 73% دونرها سپورت میکنند. 1/3 بعد از 73% دولت افغانستان بودجه دارد که برای مردم ارزی خدمات میکند. به همین دلیل است که سطح ارزی خدمات کیفیت بسیار پایین. اما با پرداخت پول، پزشکان در بیمارستان های دولتی خدمات دولتی بهتر و معیاری را برای بیماران فراهم خواهند ساخت و در برابر بیماران احساس مسئولیت خواهند کرد. بر بنیاد قانون اساسی عرضه خدمات بهداشتی برای تمامی شهروندان مجانی است. با توجه به ماده 52 قانون اساسی، تعدیل در قانون صحت عامه خلاف قانون اساسی است. نوع اخذ فیس و اقزمه در نهادها و مؤسساتی که مربوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان میشه در مغایرت با قانون اساسی قرار داره. فرض کنین که یک نفر است قدش 1 متر است و تیکه‌ای که ما داریم 90 سانتی متر است. ما این نفر را نمیتونیم پایش قد کنیم به خاطر که تیکه به اندازه 1 متر نیست. ما قانون اساسی خود را نمیتونیم نقض کنیم به خاطر که اینا دلایل میاره که امکانات نداره. این تصمیم مجلس نمایندگان میتواند مانع سرازیر شدن میلیون ها دلار پول بیماران به کشورهای بیرونی شود. در کنکاش امشب به همین موضوع میپردازیم. من فواد امان هستم. سلام، به برنامه کنکاش خوش آمدید. در این برنامه دکتر نقیب الله فائق، عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی مجلس نمایندگان، دکتر وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت و دکتر عزیز امیر رئیس انجمن بیمارستان های خصوصی اینجا با من هستند برای بحث بیشتر. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدید. آقای فائق، برای معیاری سازی خدمات بهداشتی در شفاخانه های دولتی به غیر از پرداخت پول در بدل درمان بیماران راه دیگر وجود نداشت، چون در چنین وضعیت بحرانی اقتصادی افغانستان برای مردمان فقیر و نادار افغانستان این بسیار دشوار است در بدل درمان در شفاخانه های دولتی هم پول بپردازند. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و سلام برای هم مسلکا و مردم افغانستان. ببینید، این بحث تازه‌ای نیست. حداقل از 5 سال قبل که ما در کمیسیون بودیم این بحث را تعقیب میکردیم. وقتی که شما برای در شفاخانه های دولتی میرین و میبینین که با مشکلات زیاد بودجوی مواجه هستند و تماما خدمات در اوجا رایگان عرضه میشه و مردم هیچ گونه پولی برای اداره شفاخانه نمیپردازند. یک موضوع. موضوع دیگر، ببینید وقتی که ما حداقل بیشتر از 10 سال قبل به تصویب قانون اساسی آمدیم، به یادم است که در شهرهای افغانستان مظاهره شد که صحت رایگانی شعار میدادند و نماینده های مردم هم در او زمان با اینمی شعار آمدن که بر مردم بگویند که این ما صحت تانم رایگان کردیم، تحصیلات تانم رایگان کردیم.
حالا آمدن قانون اساسی را تصویب کردن و طور که شما فرمودین در اساس ماده 52 این بخش صحت رایگان است، اما این را نسنجیدن که اینقدر پول را حکومت افغانستان از کجا بر مردم میپردازه. جامعه افغانستان یک جامعه است که بیشتر از هر کشور دیگه مریض دریج زیاد است و مردم بیشتر در شفاخانه ها مراجعه میکنن و ما پولی را که برای امسال برای مثال بتویم امسال در بودجه داریم 4.2% کل بودجه دولت برای بخش صحت است، در حالی که در تمام کشورها کمترش 15% بودجه را دولت ها برشان میپردازند. در این حال ما 41% برای بخش امنیتی خود بودجه داریم. وقتی که ما مشکلات امنیتی داریم و برای صحت خود بودجه نمی داشته باشیم و بحث دیگر آقای سلجوقی در رند برنامه گفتن، ما چطور میتونیم که بودجه داشته باشیم و در این حال که دونرها میدانیم که بخش میلیون ها دلار را که در 31 ولایت افغانستان میتن، اینها هم احتمال داره یک سال تا دو سال دیگه اینها کمک نکنن، پس ما یا دروازه شفاخانه ها را بسته بکنیم یا یک راهی بسنجیم که حداقل یک بودجه پیدا بکنیم که این شفاخانه ها سر پای ایستاد شد. اما جیب مردم افغانستان هم دیره فراموش نکنیم خالی است. شما از جیب خالی مردم افغانستان چگونه بودجه وزارت صحت عمر را تامین میکنید؟ بگذارین که اگر این تفصیلات داده شود با مثل که تعدادی از وکلا مخالف بدن، وقتی که در کمیته مشترک آمدن با دلایلی که ارائه شد یا موافق شدن، مردم افغانستان هم وقتی که ما دلایل میگیم حتما موافق میشن. مثلا سکرین در شفاخانه میرین، در این قانون ابتدایی آمده تماما واقعات اوپیدی یا سراپا، مثلا تماما این طرح با ذکر بکنم که این طرح پارلمان نبود، این طرح حکومت بود، کارشناسا در وزارت ادلیه کارشناسی کردن، از شورای وزیران گذشته با پارلمان آمده و ما یک چیز را اضافه کردیم، تعدیل ایجادی داشتیم که تمام واقعات عاجل رایگان، مریضای سراپا رایگان و تمام وقایه که واکسینا میشه رایگان و امراض ابتدایی کمک های سی اولیه رایگان. وقتی که ما میگیم امراض ثانی یا ثالثی، بگذار بیاین حالا سر بحث ثانی فکر بکنیم که در برگیرنده تمام عملیات ها میشه. ما که بیش از صدها بار شفاخانه را نظارت کردیم، آیا در افغانستان کسی پیدا میشه بگویه که در 13 سال ما بچه خود یا خود یا پدر خود خانواده خود در شفاخانه دولتی عملیات کردم پول ندادم؟ آقای فایق، قانون اساسی ماده 52 قانون اساسی برای شهروندان افغانستان ارائه خدمات بهداشتی در رایگان گفته و همین گونه ماده 2 قانون صحت عامه افغانستان، این قانون با توجه به وضعیت اقتصادی مردم افغانستان ایجاد شده و آماده شده، شما چگونه میخواین برخلاف اقتصاد مردم افغانستان، برخلاف جیب های خالی مردم افغانستان، بالای مردم افغانستان هزینه بهداشتی را بارش از سنگین تر می سازه؟ این مردم پول ندارن برای درمانشان. بله. شما از کجا این مردم پول میخواین بگیرن؟ مردم از قبل پول دادن و هم روز رشوت میتن. این پیسه در جیب دکتر، در جیب رئیس شفاخانه میره. ما میخواهیم که امی پول غیر قانونی را که جیب مردم گرفتن، شما میخواهیم که این رشوه را به گونه قانونی برای دکتران پس از این بپردازن؟ بله، در مورد قانون اساسی افغانستان حالا ما میخواهیم این پول را قانونمند بسازیم. در نخست میخواهیم بفهمم که اگر یک بیمار پول برای درمانش در یک بیمارستان نداشته باشد و شما در قانون هم تعدیلات به میان آوردین تا در بدل درمان پول بپردازه و اینجا قانون حکم کرده، پس این بیمار چی رای داره؟ بله. اگر پول نپردازه درمان نمیشه، بگذارین اگر پول بپردازه پول نداره. بگذارین که ما از این آدرس مردم بگیم، قبلا میگم که مردم پول میتن از این دکترها. خب اگر پول نداشته باشن از کجا میکنن؟ در این قانون پیش بینی شده در هر شفاخانه یک کمیسون ایجاد میشه و این کمیسون هر شهروند افغانستان را که امکانات مالی نداره، بسط کلان هم اگر عملیات داشته باشه، هیچ کس حق نداره از او پول بگیره. این پول فقط در بخش کتگوری دوم که کسایی که توانایی زیره دارن و قبلا رشوت میدادن، حال قانونمند میشه و این به اداره شفاخانه و به بودجه شفاخانه میره. در مورد قانون اساسی فکر نمیکنه تا تثبیت وضعیت اقتصادی یک بیمار، اون بیمار جانش از دست میده، چون طی مراحل زیادی را باید با خود طی کنه تا تشخیص شود که این بیمار پول داره و یا نه؟ این هم پیشگویی شده که هیچ کس در اوج پول را پیشکی از کس نمیگیره و این در آخر کار گرفته میشه. موضوع قانون اساسی، شما نماینده ولایت فاریاب هستین، در فاریاب شاید اکثریت یا 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی کنند، شما وضعیت اون مردم هم در نظر گرفتین با تعدیل این قانون؟ بله، ما بر اون مردم با باور خود خدمت کلانی را انجام میتم، به دو دلیل.
یکی که مردم در خارج از کشور میره و هر مریض حداقل $2,000 مصرف میکنه. میفهمی چه کسانی به خارج کشور برای درمان میرن؟ پولداران، مقام های حکومتی، نماینده های مجلس، وابستگان خانواده های پولدار میرن. این مریض های فاریابه که در شفاخانه دولتی امکانات نیست، تداویش نمیشه، در بلخ میان و در شفاخانه خصوصی پول میتن. این در شفاخانه دولتی اگر ما این کار انجام بدیم نصف پولشان مصرف میشه و حتی شاید از 10 تا 1 مصرف شود. در قسمت قانون اساسی بذارین که ما با پرداخت پول میشه که خدمات بهداشتی را در شفاخانه دولتی معیاری بسازیم؟ بله، اما در شفاخانه های خصوصی مردم پول میپردازن. انتقادهای از عدم معیاری خدمات معیاری در این شفاخانه ها هم وجود داره. اگر با پرداخت پول میشه که خدمات بهداشتی را در افغانستان معیاری بسازیم، پس چرا در شفاخانه خصوصی چنین نیست؟ ببینید، بخش شفاخانه خصوصی را دوست ما دیجا هستند، در اون مورد صحبت میکنم. وقتی که شما بودجه نداشته باشین، بیشتر از این برای شفاخانه ها بودجه نتین، شما خوب است که شفاخانه ها را بسته بکنین. همین حالا در شهر کابل شما برین، وضعیت از چی قرار است؟ هیچ گونه کمکی را شفاخانه ها برای مریض ها انجام نمیدن. اما این را هم فراموش نکنیم که وزارت صحت بیشترین پول کمک های خارجی را دریافت میکنه. در 10 سال گذشته 1,300,000,000 دلار به این وزارت داده شده به خاطر بهبود خدمات بهداشتی در افغانستان و قرار است که این کمک ها تا 1 سال یا 2 سال دیگه قطع شود و دیگر هیچ کدوم وجود نداشته باشه. اما همزمان قرار است به شمار بیکاران و مردمان فقیر افغانستان هم افزوده شود. تا وقتی که این قانون عملی میشه و سند تقنیدگی که حالا طرز عمل از ایجاد شود، تا اون زمانی میرسه که 1 سال 2 سال دیگه تیر میشه. اما در مورد قانون اساسی بعدا میپردازیم بالای این مسئله. میشه که ما در مورد قانون اساسی بعد بالای قانون بعدا میپردازیم که چرا شما برخلاف قانون اساسی قانون صحت هم تعدیلات آوردین. آقای مایر، شما چقدر موافق هستین با این تعدیل در ماده 52 قانون صحت عامه برای پرداخت پول در بدل درمان در بیمارستان های دولتی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما میمانان حاضر در بحث امروزی و بینندگان محترم. چیزی را که میخواهیم واضح بسازم است که بحثی که جناب فایق جب کردن در رابطه با اینکه چقدر مردم از پول جیب میپردازند، چقدر دونر اجنسی هایی را میخواییم که همیز ارقام می رایه بکنم. فلحال هم 73% مردم پول میپردازند به خاطر عرض خدمات ثانوی و سالسی در شفاخانه های دولتی. در شفاخانه های دولتی یکی به شکل قانونمند نیست، یک مشکل عمده است که همین تعدیل در این ماده به می خاطر صورت گرفته که یک قانونمند شود. یعنی چگونه این 73% بله. هزینه درمان در بیمارستان های دولتی از سوی شهروندان پرداخته میشه از راه های غیر قانونی؟ می پردازن، چون خدمات که به مریضایی که خدمات ثانوی و سالسی ضرورت دارن در شفاخانه موجود نیست. مثلا مریض به سیتی اسکن ضرورت داره، ضرورت است که او به شفاخانه شخصی بره، یا مریض به امارای ضرورت داره یا به دیالیز ضرورت داره، اینا باید به سکتور خصوصی مراجعه که یا معاینات پیشرفته لابراتواری. به این خاطر اینا برالاوه مثلا یک جراح عملیات میکنه در شفاخانه دولتی، اگر قانونمند باشه فیس از طریق یک کمیته گرفته میشه که فلحال او با مریض صحبت میکنه و در شفاخانه دولتی عملیات میشه و یک حق و زمه از خود میگیره. پس از این میخواین بله. که 100% هزینه های درمانی در افغانستان به وسیله شهروندان افغانستان پرداخته شود؟ 100% نه. چون حالا 73% شما گفتین از سوی شهروندان افغانستان بله. هزینه بهداشتی در افغانستان پرداخت میشه. در حالت فعلی مریضایی که فقیر هستن باج زیاد از ایره به دوش برداشتن. از زمانی که این تعدیل قانون ساعت آمد در ماده دومش صورت میگیره، در اینجا منفعت زیاد مردم فقیر میبرن، چون در او حالت کمیسیون که ایجاد میشه مردم فقیر مستثنا میشه. یک چیزی را که میخوایم در اونجا گفته نشده بله. مردمان فقیر از پرداخت بله. پول در بدل درمانشان در بیمارستان های دولتی معاف هستند. به صورت کل معاف خواهد بودن مردمان فقیر. اما اینجا گفته شده تمامی شهروندان افغانستان در همی تعدیل که وجود آمده، در تعدیل از کار صورت خواد گرفت، قانونای ساخته خواد شد، کمیته های کاری خواد بودن که اونا در مورد از این تصامیم خواد گرفتن که اشخاصی که اقتصادشان خوب نیست اونا نمیتونن تشخیص میکنین امین فرد فقیره. بله،
ای خو زیادتر به خدمات سانه و سالسی است. شما می فهمید که خدمات عاجل یا امرجنسی اینا مستثنا هستند. مریضی که واقعی عاجل است و میاد در اوج مسئله پول یا فیس یا حق و زحمه مطرح نیست. به مریضای سانه و سالسی، طور مثال کسی که سنگ کیسه صفرا داره، یک عملیات الکتیو یا انتخابی است، او مریض پلان میکنه، این عملیات ها روی پلان صورت میگیره. بنان اینا و یک چیز را که بخوایم خاطر نشان بسازم که از این مریض فیس که عقض میشه، فیس بسیار اندک خواهد بود که صرف به خاطر استمرار ماشینالات و ماش تشویقی برای پرسنل طبی و ضمناً به خاطر صفایی و پاکی شفاخانه ها و مراکز طبی دولتی از او استفاده صورت کنید. پول هنگفت فکر نمیکنید با این کار روند درمان در شفاخانه های دولتی بسیار مغلق میشه؟ یک بیمار میاد به خاطر درمانش در شفاخانه های دولتی، شما اول او را تشخیص میدین که آیا این بیمار فقیر است و آیا پولدار. تا تشخیص این بیمار و طی شدن این مراحل، اون بیمار احتمال داره جان خود از دست بده و یا به بیماریش افزوده شود. بله، من پیشتر عرض کردم که واقعات عاجل مستثنا هستند، واقعات عاجل نیستند. اکثرا عملیات های الکتیو یا انتخابی را در بر خواهد گرفت و خدمات ثانوی و ثالثی که در ایالت مریضای سرو یک پلان. آقای مایر، حالا چی تضمین وجود داره با تعدیل امین ماده؟ بله، خدمات بهداشتی درمان بیماران در شفاخانه های دولتی بهبود پیدا میکنه و معیاری میشه؟ مرز کردم که فی الحال هم 73% مردم میپردازن، از پول جیب خود میپردازن. صرف دولت از بودجه که اختصاص داده شده 6% و 21% از دونر است. تضمین وجود نداره که تغییر در وضعیت صحی در شفاخانه های دولتی به میان میاد. کیفیت خوب میشه به خاطر که در او حالت هم دکتر تشویق میشه، هم به خاطر استمرار ماشینالات جدید خریداری میشه، استمرار فعالیت ها. یک پول که عقض میشه، این پول میتونه شما این پول هایی را که از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان از سوی سازمان های جهانی میگیرین، این پول ها را در کجا مصرف میکنین؟ این 21% که است، این در ارزی خدمات صحی اساسی مصرف میشه. ارزی خدمات صحی اساسی رایگان است، از طرف دولت هم هیچ نوع فیس عقض نخواهد شد. ما زمانی که بحث سر ارزی خدمات صحی میکنیم، در سه کاتگوری را بحث میکنیم: ارزی خدمات اساسی صحی، ابتدایی، ثانوی و ثالثی. بحث ما دریجه سر ارزی خدمات صحی ثانوی و ثالثی است. سپاس. آقای امیر، فکر نمیکنه که دولت تلاش داره بیمارستان های دولتی را در برابر بیمارستان های خصوصی با این طرحش قرار بده؟ چون به اساس قانون اساسی دولت باید بیمارستان های خصوصی را تشویق و حمایت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بیننده محترم شما. ما فکر میکنم به این موضوع میشه از دو جهت دید. اگر از دید مثبت برش نگاه بکنیم، به فکر ما این محصول یک مجبوریت بود که تو یک تصمیم گرفته شد. وقتی شما پول نداشته باشین، یعنی دولت ناتوان باشه پول مردم رو بپردازه، پول تداویشان رو بپردازه، که یک مقدار بسیار هنگفت است، یعنی بودجه خالی باشه، در خزانه دولت چیزی نباشه و او طرف ارزی خدمات با کیفیت ضرورت به پول داره، ضرورت به مصرف داره، هیچگاه شما نمیتونین که کیفیت و کوالیتی را رایگان به دست بیارین. شما مجبور هستین بر از او مصرف داشته باشین. و اینجا نماینده محترم وزارت صحت هم میگه که ما صرف 6% از این پولی که در صحت ضرورت است داریم، دیگه نداریم، دیگه بودجه نیست. فکر میکنم رای معقولش همی بود و همی است که ای، یعنی ما نباید این دلسوزی بیمورده بکنیم، بخاطر که این جای چی نیست که ما مردم رو بازی بتیم و برشان دروغ بگیم که از این خدمات برای شما رایگان میشه و ما نتانیم برشان داده، بخاطر که دولت امکانات نداره، اینقدر پول نداره. بنان ما فکر میکنم اگر از دید مثبت برش دیده شوه، این سر کیفیت خدمات در شفاخانه دولتی. مردم هم پول ندارن، چی باید کرد؟ یعنی شما خدمت میخواین، شما کیفیت خوب میخواین و کیفیت خوب پول میخواه، یعنی دولت دیگه چاره نداره، یک نتیجه مجبوریت است. و دیگر هیچ راهی وجود نداشت جز تعدیل ماده دوم قانون صحت عامه افغانستان. از نظر ما نی، بخاطر از اینکه دولت از کل ما و شماست و کل ما میبینیم که وقتی جیب دولت ما خالی است، یعنی چطور ما را تداوی کنه مفت. یک موضوع دیگه ای که به خاطر حفظ و مراقبت شفاخانه ها، اما باید اعتماد هم بالا این شفاخانه ها وجود داشته باشه. مردم بسیاری ها اعتماد خود نسبت به این شفاخانه ها از دست داده. کدام شفاخانه؟ شفاخانه دولتی. یکی از مشکلات همی بوده به نظر ما، شفاخانه دولتی رایگان
بدون همی که همیشه شکایت میشه که شفاخانه دولتی یک سرنج نداره، نه فرم یک گاز نداره، این نداره، این نداره. او پولی که برش داده میشه یک قدر چیز که ازش خریده نمیشه، امکان نداره. یعنی شما یک چیزی را توقع بود بکنید. آقای مایر، اگر شهروندان افغانستان برای بیمارستان های دولتی پول بپردازن و خدمات صحی هم در این بیمارستان ها معیاری شود، پس در آن صورت نیاز به شفاخانه های خصوصی نیست؟ فکر میکنم که یک رقابت بسیار سالمه ایجاد میکنه. این مجبور میسازد شفاخانه شخصی را که در مقابل شفاخانه دولتی یک رقابت خوب داشته باشه، و یک پوینت مثبتش چیز برای شفاخانه شخصی هم که بعد از این شفاخانه دولتی نمیتونه او استدلال را بکنه، او دلایل را که سابق وجود داشت که شفاخانه دولتی به خاطر عزیز بسیار معیاری نیستند و یا نمیتونن که عین معیاراتی را که برای شفاخانه خصوصی تعیین بکنه برای شفاخانه دولتی هم تعیین بکنه، به خاطر شفاخانه دولتی رایگان است. بعد از این دلیل از بین رفت. بعد از این شفاخانه دولتی هم فیس میگیرن و باید معیارات حداقل در تمام شفاخانه افغانستان یکسان باشه. خب اگر با پرداخت پول خدمات بهداشتی در بیمارستان های افغانستان معیاری میشد، چرا در شفاخانه خصوصی چنین نیست؟ شفاخانه خصوصی بیشترین پول از بیماران میگیرن، اما هنوز هم انتقادهای بسیار سنگینه در پیوند به کمبود خدمات معیاری در این شفاخانه وجود داره. همیشه نباید قضاوت صد یا صفر بکنیم. آقای فایق، به عنوان عضو کمیسیون صحت و تربیت مجلس نمایندگان، یادم از بار گفت که 90% این شفاخانه ها اصلا خدمات معیاری و خوب برای شهروندان افغانستان ارائه نمی کنند، باید درهایشان بسته شود. گپ از اینا یادم است، اینا تو فرمودن که 90% شفاخانه مطابق مقرر نیستن. مشکل مقرر اینا یاد کرده بودن، یعنی معیاری نیستن. نه، مقرره چیز جدا است و معیاری چیز جدا. و من پیشتر به شما گفتم که شما نمیتونید یا صد بگوین یا صفر بگوین. اینطور نیست بگوین که معیاری یا غیر معیاری، زیادتر معیاری، کمتر معیاری. وقتی شما اقتصاد خوب پیدا میکنین، معیارتان بالا رفته میره. یعنی ما هیچ وقت هدف نباید صد داشته باشیم که 100% ما معیارات در شفاخانه دولتی یا خصوصی میاریم، ولی معیارات متفاوت است. شما در شفاخانه خصوصی میبینید که در بعضی قسمت ها فوق العاده معیارات تغییر داره از شفاخانه دولتی کرده، و علتش امی است که شفاخانه شخصی دست باز داره در مصرف پول و اقتصاد خوبتر داره نظر به بودجه که در شفاخانه دولتی است. بنان ای رول داره، بسیار زیاد رول داره، و وقتی که شفاخانه دولتی هم فیس گرفته شوه، طبعاً که کیفیتش خوبتر خواهد شد. اما مسئله مهمی است که ذهنیت برای مرد، مشکل اساسی در نظام بهداشتی افغانستان در چیز؟ در نبود تجهیزات صحی و یا نبود دکتران متخصص توانا و دانا؟ مجموعه فاکتور هاست، یک چیز نیست. یک حالا فکر نمیکنین مشکل اصلی نبود دکتران متخصص و مشکل اصلی است؟ مشکل اصلی افغانستان است، به خاطر که این کشور پر از مشکل است. جنگ، بدبختی، اقتصاد. خب ما میخوایم بیشتر روی نظام بهداشت افغانستان بحث کنیم. نظام بهداشت مشکل اصلی برای بیماران در افغانستان تشخیص است. دکتران در افغانستان نمیتونن درست تشخیص کنن بیماری بیماران. کاملا قضاوت نادرست است. اینطور نیست که دکتران افغانستان اگر این قضاوت نادرست است، پس چرا روزانه ده ها شاید تا صدها بیمار افغانستان به کشورهای بیرونی برای درمانشان میرن؟ گناه دکتر نیست. در حالی که شما اینجا تجهیزات بسیار مدرن پیشرفته هم دارین. این گناه دکتر نیست که تمام کشورهای که مشکل در کجاست؟ مشکل گفتم، مشکل فاکتورهای متعدد داره و رفتن به خارج در تمام کشورها. ما مصاحبه قبلی خودم برای شما گفتم از هر جهان مردم مثلا سفر در کدام کشور جهان؟ مثلا از امریکا. از امریکا میفهمید چرا بیماران از امریکا میرن به هندوستان؟ هر دلیلی که داره. اونجا هزینه بسیار گزاف است. صحیح، من قبول دارم. شما هیچ نوری سرچ نکردید. اما در افغانستان هزینه بسیار پایین است، میرن به هند، پول بیشتر میپردازن نسبت به افغانستان برای درمانشان. علت های مختلف داره، و این مشکل در افغانستان هم وجود داره، در تشخیص هم مشکل وجود داره، و در وسایل و امکانات، در سیستم، در نظام، در تمام مشکل وجود داره. خب در کل شما موافق هستین با این تعدیل در ماده دوم قانون صحت عامه افغانستان اسوی مجلس نمایندگان؟ یعنی بیماران باید پول بپردازن؟ نظر ما این است که ما تعدیل از این خوب است، مشروط بر این که یک مدیریت بسیار قوی شود، به خاطر که یک بار بسیار کلان به نظر ما، یک بار بسیار گران و مسئولیت بسیار عظیم بالای وزارت صحت عامه میندازد. تا این پولا که از مردم میگیرن اینا صحیح مدیریت شود و به شکل درستش پس بر خود شفاخانه ها اونو اختیار داده شود تا این را به شکل درستش مصرف کنند و ارزی خدمات با کیفیت بسازند. آقای فایق، شما برخلاف قانون اساسی تعدیل در قانون صحت عامه افغانستان به میان آوردین. در ماده 52 خدمات صحی برای شهروندان افغانستان رایگان گفته شده و همین گونه در ماده دوم قانون صحت عامه افغانستان. شما قانون صحت اینجا تعدیلات آوردین، اما قانون اساسی را زیر پا کردین.
ببینید هیچ کس علاقه نداره مخالف قانون اساسی افغانستان رویش داشته باشه. در ماده 52 آمده که دولت وسایل وقایه، علاج امراض و تحصیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید. ما در اینجا تعریفی از وسایل وقایه، علاج امراض و تحصیلات صحی را در اینجا آوردیم و در اینجا یک قانون کم است که به احکام قانون تامین می نماید. یک قانون دیگه در اینجا ضرورت است که قانون صحت است و قانون صحت وقتی که پارلمان تصویب میکنه پس میتونه تعدیل بکنه. قانون صحت چی گفته شده؟ و امروز یعنی بحثی که ما داریم که امروز تعدیل کردیم قانون ماده دوم قانون صحت را تعدیل کردیم، پس میتونیم که تعدیلات را وارد بکنیم. ببینین ما 10 سال قبل آمدیم قانون اساسی را تصویب کردیم. بیشترین پیشرفت های تکنولوژی در بخش طبابت در 10 سال اخیر است. آنگاه کسایی که قانون اساسی را تصویب میکردن هیچ فکرم نمیکردن که طبابت به این اندازه پیش بره که یک روز دنیا صاحب سیتی اسکن، ایمارای و خصوصا افغانستان باید باشه. من سوال دارم، ببینید در افغانستان برای فعلا ما در شفاخانه دولتی سیتی اسکن نداریم، ایمارای نداریم، عملیاتای قلبی نداریم، انجیوگرافی نداریم، تداوی سرطان نداریم. حالا سوال اینجا است که امیر ما در شفاخانه دولتی داشته باشیم نداشته باشیم؟ شهروندای ما خود گفتن بلیا. وقتی که شما به خاطر یک ایمارای در شفاخانه شخصی و یا در پاکستان و یا در هندستان میرین در خود شفاخانه شخصی افغانستان شما حداقل 15,000 میپردازین. وقتی که ما پول بگیریم در شفاخانه دولتی با 5,000 کار انجام میتیم. حالا برای شهروند افغانستان ما برش کمک میکنیم یا اینکه ما پولش میگیریم؟ اما شهروندان افغانستان باز از شما میپرسه پس این پول های میلیون دلاری از خارج برای وزارت صحت عامه کمک میشه، اینها را یاد کجا مصرف میکنن؟ ببینید یکی باز حکومت چگونه مدیریت میکنه، ما قانون را ضرورت دانستیم و این را تصویب کردیم. یکی باز حکومت چگونه اداره میکنه، خب برمیگرده بر حکومت، ما مسئولیت های حکومت را بگردن نداریم. یک بار دیگر تاکید میکنم که متاسفانه تماما شهروندای افغانستان بجوز از واسطه دارا در تمام مواردی که ما کاتگوری دوم یا صنایعی گرفتیم تا حال پول پرداخت کردن و این را دکترا هم مسلک های ما گرفتن و رئیس های شفاخانه پول را گرفتن. میخوایم هدف ما میست که پول را که بیچاره مریض میته قانون بسازیم و در بودجه حکومت داخل شوه که دوباره بالای خودش مصرف شوه و در بخش کاتگوری اول که میرین در شفاخانه مریض میشین، سراپا مریض میشین، کمک های کلینیک ها که ستا کلینیک در افغانستان ساخته شده و وقایع، اینها همه رایگان هسته. هیچ کس از اینا پول گرفته نمیتونه و کسایی که مشکلات فقر یا بی‌بضاعت هستن یا کمیسیون در شفاخانه ایجاد میشه که باز بالای کمیسیون اعتماد نداره، این بخش علیده است. اما در قانون پیش بینیدیم که از اینا پول گرفته نشه. فکر میکنم که حالا شما بار هزینه را بالای شهروندان فقیر افغانستان و مردم فقیر افغانستان بیشتر ساختین، پس ایره هم برایشان تضمین کنین که این پولشان به هدر نمیره و در بهبود خدمات بهداشتی افغانستان و اصلاح نظام بهداشتی افغانستان هزینه میشه. ما 5 سال روی ازی تر کار کردیم و این از مسائل شعار بعضن به این که بگذاریم، این شعار بوده که صحت رایگانی در کجای افغانستان صحت رایگان بوده؟ های یک شهروند افغانستان بیا برای ما بگه که ما عملیات کردیم ما پول ندادیم، نیست. پس بنان از شعار که بگذاریم وقتی که وارد حقیقت میشیم ما کمترین هزینه را روی دست بگیریم. شما ببینید وقتی که دکتر ما اعتبار نداره، وقتی که شفاخانه ما اعتبار نداره، معنایش این است که در شفاخانه بودجه نیست و میگن که دکترها چرا تشخیص نمیتونه، با کدام وسایل تشخیص بکنه؟ در شفاخانه دولتی وسایل تشخیصی نیست. هر روز تکنولوژی طبی که آنقدر رشد کرده، حتی تکنولوژی کامپیوتر ساینس اینقدر پیشرفت نکرده، در تمام موارد ما وسایل داریم، همیش قیمت باز و همیش نیاز به ترمیم داره. وقتی که ما وارد شفاخانه میکنیم ما باید پول داشته باشیم، انجینر داشته باشیم که یارو ترمیم بکنه و در خدمت مردم قرار بدیم. هدف آخر ما اساسی ما این است که فکر ما است که مردم ما که در شفاخانه های خصوصی و در خارج پول میتن، حداقل ما 5 تا 10 مرتبه پول کمتر را در شفاخانه های دولتی بگیریم تا که هزینه کمتر از اینا ایجاد شود. پس با پرداخت پول در شفاخانه های دولتی در بدل درمان دیگر شهروندان به هند و یا به کشورهای دیگر برای درمان نمیروند؟ ما به یک اعتماد سازی کلان نیاز داریم. وقتی که ما یک اداره خوب صورت بگیره، تاکید میکنم تاکید دوستاره که اگر ما در شفاخانه بودجه داشته باشیم، وسایل داشته باشیم و ظرفیت دکترها را بلند ببریم و معاش دکتر را وقتی که بالا میبریم، میدونید همین لحظه همین دکتری که تا صبح را
بر مریض میبینه 8000 ماش داره 7000 ماش داره با این ماش ممکن نیست در شفاخانه خصوصی بره برای 3000 ماش میته. پس ما هزینه زیر بالا ببریم تا کیفیت ما بالا. وقتی که ما کیفیت را در شفاخانه دولتی بالا بردیم، خب یقینا مردم مراجعش اگر قطع نشه و مدیکال توریسم بخش شلیده، اگر او کسایی که پولدار هستن و میخوان کم سایت بکنن هم برن تداوی بکنن این بخش شلیده، اما کسایی که ناگزیر هستن ناتوان هستن خب میتونن در داخل شفاخانه دولتی تداوی شوند. حتی تداوی سرطان ها، ما وقتی که سالسی میگیم بخش سرطان هاست، حالا کسی در افغانستان تداوی سرطان شده، حالا کسی مسئله اشعره که در تداوی سرطان رول داره، حالا کسی استفاده کرده، وقتی که ما پول داشته باشیم میتونیم در شفاخانه دولتی را وارد بکنیم. هدف هم دمین است. سپاس و ادامه برنامه را هم پس از وقفه کوتاه دنبال میکنیم. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای مایار، فکر نمیکنی که در برنامه ریزی نظام بهداشت افغانستان اولویت بندی ها بسیار نادرست بوده، چون در این 13 سال شاید میلیون ها یا میلیارد ها دلار در بخش بهداشت افغانستان هزینه شده باشه، اما هنوز هم مردم افغانستان 50% به خدمات بهداشتی، حتی خدمات بهداشتی ابتدایی دسترسی ندارن. حالا شما هر قدر از این طرح تعدیل در ماده دوم قانون ساعت عامه افغانستان از سوی مجلس افغانستان پشتیبانی کنین و برای مردم اطمینان بدین که با پرداخت پول در بدل درمانشان در بیمارستان‌های دولتی وضعیت صحی در افغانستان بهبود پیدا میکنه، چون اعتماد بالای شما وجود ندارم و مردم بالای این حرفای شما هم باور نمیکنند. شما برای مردم چی تضمین میتین که پولشان به هدر نمیره و به گونه درست مدیریت میشه و مثل 10 سال گذشته دیگر در هزینه پول در بخش صحت نه فساد وجود خواهد داشت و نه اختلاس و به اساس قانون اساسی برای شهروندان شما ارائه خدمات صحی را ارائه میکنید؟ تشکر از سوالتان. از این چشم پوشی نمیتونیم که کمکاری های صورت نگرفته و سرمایه ها به در نرفته. خب با اداره جدید وزارت ساعت عامه، تعهد و دلسوزی که نسبت به نظام صحی کشور دارن، ما امیدوار هستم که انشاءالله رحمان تغییرات مثبت را ما و شما شاهد باشیم. اداره های پیشین در وزارت ساعت همچنین تعهد و وعده هایی را برای مردم افغانستان دادن؟ بله. خب منتظر میشم زمانی را به ثبوت خاطر رساند که اداره جدید متحد و دلسوز هستند در مقابل. خب مردم به اساس چی به شما باور کنن؟ خب اعتماد سازی زمان کار داره، تغییرات هم از جای باید شروع شد، تغییرات مثبت، گام های مثبت برداشته شده و این هم یک گام مثبت دیگه در راستای استانداردسازی ارزی خدمات صحی در افغانستان. اما این گام شما را مردم افغانستان هیچگاه گام به سوی مشکل زایی نمیبینن، مشکل زدایی نمیبینن، فکر میکنن که شما مشکل سر رایشان ایجاد میکنین و میخواین که از جیب خالیشان پولهایشان بگیرین و دیگر نان بخوردن برایشان نداشته باشن، فقط برای درمانشان پول نگه کنن، چون اگر پول در شفاخانه دولتی برای درمانشان نپردازن میمیرن. ابدا چونی نخواد بود، صرف به خاطر معیاری ساختن ارزی خدمات سی ثانوی و ثالثی است. کسایی که واقعات عاجل دارن و شما چندین بار تکرار کردین که کسانی که حیاتشان تهدید میشه واقعات امرجنسی اینا رایگان تداوی خواد شدن و باز هم تاکید میکنم که پول که گرفته خواد شد پول هنگفت نخواد بود در مقایسه با سکتورهای دیگه خصوصی و اینا، صرف پول خواد بود که به خاطر استمرار و حفظ و مراقبت سکتور صحی که خدمات دولتی خدمات که ارزه میکنه به خاطر این پول چگونه تعیین میشه در بدل یک معاینه یا عملیات یک بیمار؟ البته مقرر دریجه گروپ های کاری خواد بود سر از این کار خواد کردن. شفافیت بسیار زیاد مهم است که پروسه باید شفاف باشه، مدیریت خوب شود از پروسه تا بتونه که پروسه موفق باشه. و اگر چنین نشد پس شما باز این ماده را تعدیل میکنین و این پرداخت پول در بدل درمان رد میکنین؟ تعهد وجود داره، انشالله گام های مثبت در این راستا برداشته خواهد شد. که در کدام یکی از رهبری وزارت صحت آمد تعهد وجود نداشت؟ هر وزیر اینجا آمد برای مردم تعهد کرد، وعده سپرد، اما سرانجامش هیچ کار چشمگیر و درخشانی برای مردم انجام نداد. خب اگر وضعیت صحی را با 15 سال قبل ما شما وضعیت صحی کشور را مقایسه بکنیم، پیشرفت های چشمگیر صورت گرفته. در بدل همین پول های گزاف فکر میکنید کارهای درست و چشمگیری انجام شده؟ خب ما پیشتر عرض کردم کمکاری های صورت گرفته، از هیچ چیز پوشی نمیکنیم، نه تنها در سکتور صحت بلکه در سکتورهای مختلف
دولتی و غیر دولتی کمکاری های صورت گرفته. اما بیان که با آینده امیدوار باشیم، انشاءالله که تغییرات مثبت را شاید خواهد بودیم. آقای امیر، شما چقدر مطمئن هستین از مدیریت درست این پول و مدیریت درست پول مردم نادار و فقیر برای بهبود خدمات بهداشتی در شفاخانه‌های خصوصی با توجه به این فساد حاکم در نهادهای دولتی به ویژه در بخش بهداشت؟ درست است، متاسفانه که موجودیت فساد یک تشویش بزرگ است که همه را برای همه یک سوال است که وزارت محترم خواهد تانستن که تمام پولی که از مریض گرفته میشه در تمام ولایات در تمام شفاخانه دولتی ای به شکل مسئول به شکل درستش مدیریت شده میتونه، در صورتی که ای به شکل بسیار درستش مدیریت شود، خب ما فکر میکنم که یک گام مثبت است و ای به نفع مریض است و مریض از نفع میبره. زمان در صورتی که فساد در نهادهای دولتی افغانستان ارزیابی شود، بیشترین فساد در جاهای است که اونجا پول است، مثلا گمرک های افغانستان. حالا اگر پول در وزارت صحت یا در نهادهای صحت در نهادهای بهداشتی افغانستان بیشتر شود، فکر نمیکنه که فساد هم همزمان گسترده تر و ریشه هایش بزرگ میشه؟ این وقت ثابت خواهد ساخت و مدیریت وزارت محترم صحت ثابت خواهد ساخت. ما نمیتونیم پیش از پیش قضاوت بکنیم، اما یک خطری وجود داره. ما پیشتر هم گفتم که یک مسئولیت بسیار بزرگ است، یک چالش بسیار بزرگ به وزارت صحت است و وزارت صحت در یک آزمون بسیار قوی قرار داره و وزارت صحت بعد از نافذ شدن از این قانون در ظرف 6 ماه یک سال جوابگو خواهد بود به مردم افغانستان که چی تغییر را تانستن با وجود گرفتن پول در عرض خدمات سی بیارن. و ما فکر میکنم که و پیشنهاد ما ای است که اگر وزارت محترم صحت این پول فیس کتگوری بکنه در 3 کتگوری، مثلا بسیار خفیف، متوسط و بلند، او کسایی که میتونن بپردازن که در اکثر کشورهای شده کسایی که میتونن اقتصادشان خوب است پول کامل است پیش از 100% فیس است پیششان گرفته شود، کسایی که اقتصاد متوسط دارن 50% است پیششان گرفته شود و کسایی که اقتصادشان خراب است اونا باز معاف باشن از فیس. به این شکل ما بیاد دارم ماه گذشته شما در این برنامه زمان وزارت صحت و ما برخی بیمارستان های خصوصی را به دلیل معیاری نبودنشان بسته کردن، شما وزیر متهم ساختین که در هماهنگی یا در همکاری با سازمان های استخبارات بیرونی چنین اقدامی را انجام داده و همچنان گفتین که وزیر به دنبال شخصیت سازی در میان مردم افغانستان است. حالا این گام وزارت صحت عمر شما پشتیبانی میکنین، در حالی که ظاهرا به نظر میرسه که با چنین کار با چنین تصمیم وزارت صحت و مجلس نمایندگان بیمارستان های دولتی در برابر شما قرار میگیرن و روز خواهم فراخوان رسید که دیگر نیاز به شفاخانه های خصوصی در افغانستان نباشد. اول خویی که ما چی را خوب گفتیم چی را بد گفتیم، هر چیزی که برای ما خوب معلوم شود خوب میگیم، چیزی را که بد فکر کنیم بد میگیم. این کار اقدام نیک است به نظر ما، این کار بسیار خوب است، به نفع مردم است. و این که شفاخانه دولتی قدر توانمند شوند که شفاخانه خصوصی از بین خواهد رفت، من فکر میکنم نفع مردم بزرگتر از نفع اشخاص است. اما هیچ جای تجربه نشان نداده که دولت به تنهاییش بتانه با وجود گرفتن فیس از ارزی خدمات سی بدر آیا و تمام ارزی خدمات سی را به تنهایی خود بتانه عرضه بکنه. این پولی که گرفته میشه، دولت این پول را که میگیره، این پول پولی نیست که اینا بسیار به شکل قویش بتانن رقابت بکنن امرای شفخانه شخصی. این اونو پولی است مثل که پیشتر وکیل سفر مودن که تا حد زیاد با مردم غریب کمک میشه. و مردم غریبی که هم پول زیاد ندارن که شفاخانه شخصی بپردازن، پول رو ندارن که از اون که زیادتر که خارج برن و بالاخره در شفاخانه دولتی بهترین امکانات برایشان مساعد شوه با یک پول ناچیز. یعنی این بالاخره یک کار خوب است، به نفع مردم است فکر میکنیم. اما مشکل فساد که شما میگین که چطور اداره شوه، چطور کنترل شوه، این یک سوال بسیار کلان است که ما در آینده خواهد دیدیم که وزارت محترم چه قسم رهبری میکنه و ما فکر میکنیم طرفدارش هستیم و ای به سکتور خصوصی هم به نفع سکتور خصوصی هم است. یک رقابت بسیار خوبه، یعنی شفاخانه شخصی رو مجبور میسازه که ارزی خدماتشان در رقابت با شفاخانه دولتی قرار بگیره و به خاطر از اینکه کاملا سقوط نکنن معیارات خود دیگه هم بهتر بسازن، دیگه هم خوبتر بسازن و در قسمت نرخ، در قسمت فیز، در قسمت قیمت ها هم با شفاخانه دولتی رقابت بکنن. یعنی شفاخانه شخصی هم کوشش خواهد کردن که فیزهای خود قسم معیار کنن که مردم باز هم به شفاخانه شخصی مراجعه بکنن. به اساس قانون دولت افغانستان
تأسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی و خصوصی را مطابق احکام قانون تشویق و حمایت میکند و تا حالا چنین نشده از سوی حکومت. به گفته شما در گذشته شما چنین گفتین هیچ اقدام در راستای پشتیبانی از سکتور خصوصی صحی در افغانستان از سوی وزارت صحت عامه در کل در دولت افغانستان صورت نگرفته. حالا دولت افغانستان میخواهد که بیمارستان های دولتی را گسترش بده، تقویت کنه و همزمان اونجا شما را به فراموشی بسپاره. خب این قانون فکر نکنم که کدام ارتباطی به فراموش شدن سکتور خصوصی داشته باشه. خب اگر توجه به سکتور خصوصی نشه، همزمان سکتور دولتی یا بیمارستان های دولتی تقویه شوند و گسترش پیدا کنند، پس در آن صورت دیگر شما شکست میخورین در برابر دولت. شکایت ما و خواست ما هنوزم پابرجا است. ما هنوزم این شکایت داریم که سکتور خصوصی هیچ نوع حمایت و هیچ نوع تشویق تا بالا متاسفانه نشده. ولی این به این معنی نیست که ما مخالفت با خوب شدن و بهتر شدن شفاخانه دولتی بکنیم. ما به صفت شهروند از این کشور، به صفت یک افغان، هیچ وقت این یک پروسه را مخالفت نمیکنیم که در اون نفع مردم باشه. وقتی از دید ما این به نفع مردم است، چرا باید ما مخالفت بکنیم؟ اما این حق ماست که ما شکایت بکنیم و ما از دولت، از وزارت محترم صحت بخوایم که اینا باید برای ما زمینه مساعد بکنن، اینا باید ما را حمایت بکنن، پیشوری ما چالش خلق نکنن، برای ما زمین، برای ما برق در قسمت مالیه و غیره و غیره، سکتور خصوصی سهیر همکاری بکنن که وعده هم کردن. امیدوار هستیم وعده خود را به جای بکنن. آقای فایق، شما از وضعیت بیمارستان های دولتی آگاه هستین، در آنجا پزشک متخصص وجود داره، نه هم تجهیزات و همچنان داروی معیاری و با کیفیت و همین گونه ارائه خدمات هم در برخی گزارش ها بسیار وحشتناک در وزارت در بیمارستان های دولتی گفته شده. شما در این 13 سال هیچگاه صدایتان با توجه به آمدن پول های هنگفت در راستای بهبود وضعیت بیمارستان خصوصی بلند نکردین و هیچگاه چنین اقدام جدی را برای بهبود وضعیت صحی در بیمارستان های دولتی نبرداشتین. حالا با پول مردم افغانستان، با پول ناچیز مردم افغانستان میخواین که این وضعیت تغییر بدین و درمان در بیمارستان های دولتی معیاری بسازین، در حالی که با اون پول های میلیون دلاری کشورهای خارجی هیچ کار صورت نگرفته، کار چشمگیر و قناعت بخش برای مردم افغانستان. ببینید، وزیر جدید یک ابتکار کرد و از ما هم کمک خواست که وضعیت اتاقهای عاجل شفاخانه ها کابل بسیار خراب بود و قرار شد که اینها ساخته شود، یک مقدار بهتر شود. حکومت پول نداشت، وزارت صحت عامه بودجه نداشت و ما و وزیر صاحب گدایی کردیم از تجارا و از بعضی از اینجاها تا یک مقدار پول به وجود آمد و پنج شفاخانه کابل که ما رفتیم افتتاح کردیم وضعیتش بهتر شد. حالا شما در وزیر اکبر خان برین، در شفاخانه خیرخانه برین، در شفاخانه ابن سینا برین، ببینید وقتی که ما پول نداشته باشیم و شفاخانه هم ضرورت به بهبود داشته باشه و مثلا عاجل است، خب ما نیاز به بودجه داریم. یک موضوع دیگه در بخش صحت، از روزی که ما در کمیسیون بودیم بیشترین تمرکز ما در بخش صحت بوده و فکر میکنیم که برابر یک تاریخ در این مورد ما صدا بلند کردیم و جنجال های ما با وزیرهای گذشته زیاد بوده و حتی اینو بر رئیس جمهور کرزی چند بار گفتیم. مشکلی که قبلا وجود داشت میخوایم بگیم که اول در بخش زی که در افغانستان شفاخانه معیاری وجود نداره، نه در بخش خصوصی نه در بخش دولتی. ما معیاری به سطح افغانستان نداریم، ما معیاری به اساس طبابت جهان داریم و به اساس طبابت جهان ما معیاری وجود نداره. یک موضوع دیگه، ما در 13 سال گذشته همین وزیرای گذشته که نمی می آمدن لاف می زدن و هر آنچه که می گفتن با گفتن شما بودجه هم زیاد داشتن، در کل افغانستان یک شفاخانه کمپلکسی بزرگ ساخت نساختن. یعنی می شفاخانه کوینی وزیر اکبر خان و 400 بستر و خب یعنی می شفاخانه ابن سینا و در ولایت ها هم همین گونه است، هیچ شفاخانه ساخته نشده بجز چند تا اتاقای کوینه به نام کلینیک. گفتن که ما نه 85% زیر چتر است. پول های میلیون دلاری کشورهای خارجی هیچ شفاخانه معیاری و کمپلکسی ساخته نشد. حالا با این پول ناچیز مردم افغانستان ما شب دارم. بله، بعد اگر شما میایم، بله، وقتی که وضعیت به این گونه است و بگذارین که اگر در نهادهای مالی و گمرکاتی که شما اشاره کردین اگر در رده دوم بگیریم، بیشترین فساد در وزارت صحت و وزارت معارف بوده. یک آمار خارجی برای من نشان میده که در 5 سال و نمیدونم سال چند تا سال چند در میان می 13 سال 1 میلیارد دلار در اینجا اختلاس شده و این قراردادیایی که 31 ولایت را خارجی ها پول میتن و هر قراردادی از اینا نمی تدارکات وزارت صحت پول میگیره. اینا بارها گفتیم، مالی هم واضی میگم، ما بر وزیر صحت عامه گفتیم
شفاخانه های افغانستان چی در کابل و چی در ولایت میراثی شده، خانوادگی شده. ایت رئیس هاست 20 سال میشه رئیس هست، ایت رئیس هاست 10 سال میشه رئیس هست، بچهش هم همونجا هست، خانمش هم همونجا هست، خانوادهش هم همونجا هست، گاردش هم از خودش هست، خانوادگی جور کردن. تا وقتی که اینمی دمی شفاخانه اصلاحات نبیاره که وزیر تعهد داده دیگه به گفته شما ما موافق هستیم و ما نخواهیم گذاشت که قانون عملی شوه و با این رئیسای کونه و فرسوده شده دیگه این قانون عملی نمیشه و برای نسل جوان از نسل تبابت در بخش ساحت افغانستان حتی با اندازه سایر سکتورهای اجازه داده نشده که به مدیریت از اونها برسن. از اون خاطر بخش نسل جوان بیشتر در بخش سکتور خصوصی است که بهتر است. بنان ما این شرط را گذاشتیم و این را تعقیب میکنیم و برای مردم وعده میتیم تا وقتی که اینها را وزیر تغییر نده این قانون عملی نمیشه، پول در جیب می رئیس ها میره تا مثل که تا امروز رفته. یک موضوع. موضوع دیگه، حالا این نه در نقص مردم است نه در نقص شفاخانه های خصوصی است. نمیفهم ما را غلط نکرده باشم، در یک روز بیشتر از 5000 مریض در بخش خصوصی و در یک سال 1,000,000 مریض در بخش خصوصی مراجعه کرده و در این حال در شفاخانه های دولتی هم مریض پر است. بنان این نمیشه که ما بگوییم مریض به حد زیاد در جامعه ما داریم، شفاخانه خصوصی هم ضرورت داریم، شفاخانه دولتی هم کسی که امکانات بیشتر داره میره در بخش خصوصی، کسی که امکانات کمتر داره میره در بخش دولتی و این هیچ مشکلی را میان دو بخش ایجاد نمیکنه بلکه یک رقابت مثبت را ایجاد خواهد کرد. پس شما میخواین یک بار این وزارت با رهبری جدیدش بازمون بگیریم با آوردن همین تعدیل و پرداخت پول برای درمان در شفاخانه دولتی؟ بله. و اگر ناکام شد در آن صورت شما مسئولیت پول های به هدر رفته مردم افغانستان قبلن میگیرین؟ قبلن و قطعا ما باور نداریم که با این رئیس های شفاخانه در سطح افغانستان این کار صورت بگیره. پس فکر نمیکنه اول باید این افراد یا رئیس های کهنه و ناتوان و فاسد از شفاخانه های خصوصی یا از نظام بهداشتی افغانستان برکنار میشدن، افراد شایسته تر به جای آنها برگزیده میشد و بعد این گام پرداخت پول در بدل درمان میپرداختیم؟ بگذاریم که به معلومات مردم افسود بکنم که هنوز در این قانون اما که بخش پول را که یک سند تقنینی دوم است ما تصویب نکردیم و به خاطر از این یک گروه باید کار بکنه، یا حداقل 6 ماه دیگر در بر میگیره و تا وقت اگر وزارت به تعهد خود عمل کرد و زورش به زورمندا رسید ایره ما حمایت میکنیم این قانون عملی شود. در غیر از اون ما در این قانون دخیل هستیم، 5 سال در این زحمت کشیدیم و ما هرگز نخواهیم گذاشت که با این رئیسایی که حالا خود وزیرم میگه که با این رئیسا کار نمیشه، با این رئیسای قانون عملی نمیشه. آقای مادر شما میتونید که در برابر زورمندان قرار بگیرین و این رئیسان کهنه و ناتوان و فاسد از نظام بهداشت افغانستان برکنار کنین؟ رهبری وزارت ساتامه مصمم است و باور داره به اصل شایسته سالاری و ان قریب انشاءالله شاید تغییرات در سطوح مختلف وزارت شما شناسایی کردین افراد یا حلقه های فاسد در نظام صحت افغانستان؟ خب کار جریان داره، کمیته های تاسیس شدن که سر این بخش کار میکنن. کارهایتان تا حالا چی نتیجه ای داشته در این راستا؟ نتایجش بعدا ملموس خواهد بود، فعلا در مرحله تصمیم گیری است. وزارت صحت نظام جدید یا مدیریت جدید چگونه دریافت کرد؟ خب مشکلات به اندازه زیاد بود. خب اگر نام بگیرین چند حلقه فاسد یا فرد فاسد در نظام صحت افغانستان، آقای فایق از رئیس ها و حتی از انحصاری برخ پست ها در وزارت صحت عامه و افغانستان یاد کرد؟ بله، اینا فرمودند درست و بجاست. پس کیا هستند این افراد؟ خب تمام پست های کلیدی وزارت صحت عامه دوباره اعلان میشه و به رقابت آزاد میره و معیار انتخاب افراد جدید روی شایستگی، لیاقت و پاکی و شایستگیشان خواهد بود. که پس شما چرا نمیخواین نام این افراد بگیرین؟ شما گفتین کارتان آغاز کردین و تا حالا نتیجه خوب هم به دست آوردین. خب تا فعلا ما کدام مدارک خاص سر کدام شخص خاص نداریم که ما از اون نام ببریم. در صورت کل وزارت صحت با تغییرات کلی ضرورت داره که بیاد در قسمت راست در این وزارت اینا. فساد شده اما اسناد از خود بر جا نگذاشته فاسد. فساد که ما شما میفهم که افغانستان مقام بلنده که در فساد پس اگر اسناد در پیوان به افراد فاسد در وزارت صحت افغانستان وجود نداره پس شما چگونه این افراد شناسایی در صورت که اسناد پیدا شه انشالله ما او را رسانه خواهد ساخته. آقای فایق میشناسن این افراد؟ گفتن کسانی هستند در وزارت صحت که پست های بسیار کلیدی را انحصاری کردند. خب کسایی که چنین پست ها را دارند انشالله انقریب پست
پستا به رقابت آزاد خواهد رفت و اعلان خواهد شد اشخاص متحد، شفاف و کارآگاه استخدام خواهد شد. پس تا حالا هیچ یک از افراد فاسد و همچنان ریشه فساد در وزارت صحت عمومی افغانستان شناسایی نشده؟ تا جایی که ما آگاه هستم تا فعلا من معلومات موثق و دقیق در این راستا ندارم. آقای امیر، چگونه میشه حالا بالای این نظام تازه وزارت صحت افغانستان اعتماد کرد؟ تا حالا این مدیریت تازه نتوانسته حتی یک فرد از فاسد در وزارت صحت عامه افغانستان یا در کل در نظام بهداشت افغانستان شناسایی کنه؟ خب یک بحث بسیار کلان است. فکر میکنم که تنها وزارت صحت نیست و این فسادی که در مجموع در ریشه های نظام ما ریشه دوانده و تاثیرات خود بالای وزارت صحت هم داشته و فکر میکنم و امیدوار هستم که این مشکل در وزارت صحت حل شود. امیدواری شما در رهبری تازه وزارت صحت در کجاست؟ اینها به گفته سخنگویش تا حالا نتونستن یکی از افراد فاسد شناسایی کنن چون اسناد در پیوان به این افراد وجود نداره. خب همین انتقادایی که میشه بالای وزارت صحت، ما فکر میکنم که دوستای رهبری جدید وزارت صحت فکر میکنن که یکی از فاکتورها که وزارت صحت ناکام بوده و یا ای که سکتور صحت آنقدر رشد که لازم بود یا باید میکرد نکرده، یکی از علتهایش ممکن قوای بشری وزارت صحت باشه. ما زیاد طرفدار از این نظر نیستم که تمام ناکامی علتش اشخاص فاسد است. ما به یک قدر وسط در مشکل در اشخاص نمیبینم، اما یقینا که مشکل وجود داره. یک تعداد هستند که بعضی شبکه ها را ساختن و کوشش کردن به نفع شخصی خود استفاده بکنن، مثل که در سایر وزارت ها بوده. اما ما در وزارت صحت اینقدر که ما تمام گناه را، تمام ملامتی را به دوش تنها اشخاص قبلی بندازم، ما طرفدار از این نیستم. آقای فایق، شما به عنوان عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی مجلس نمایندگان این افراد شناسایی کردین در این 13 سال؟ به گفته شما کسانی هستند که اینجا از 10 سال و یا بیشتر از 10 سال در پست های کلیدی را انحصاری کردن و حتی فامیلی در آنجا حضور دارند. بزرگترین فساد در بخش تدارکات است. فقط 7-8 اینجوست که 13 سال میشه 31 ولایت را ارزی خدماتش میگیره، اینجوری دیگه داخل شده نمیتونه. نام بگیرین. اینجا سخنگوی وزارت صحت گفت هر کس اسناد در پیوند به این افراد داره برایشان ارائه کنه. ما خود وزیر صاحب از نزدیک، ما خودم از نزدیک با وزیر صاحب کار میکنم. وزیر و یک وزیر با اراده دیدم، اگر علاقه مندی نداشتم با یادم کار بکنم. و ما دیدگاه های 5 ساله خود برای شریک ساختم که متاسفانه وزیرای قبلی ایرا دیدگاه ما را عملی نساخته بودن. امی رئیسای شفاخانه رو مردم خوب میشناسن. اگر اینا فساد کردن یا نکردن، کار خوب کردن یا نکردن، بسیار وقت شد چهرهشان بسیار خستکن شد. سکتور صحت با یک نسل جدید با انگیزه و با انرژی ضرورت داره. تا جایی که ما خبر دارم 40 رئیس را جناب وزیر جدید پیشنهاد کرده که به عوض اینا افراد دیگه جا بجا شوه و این نیاز است. ازشان یک تشکری هم شوه که این پست اعلامیه‌ای که باز محاکمه میشنم و کار خودشان است. رئیس جمهور و رئیس اجرایی از این طرح حمایت کرده و به زودی این تغییر در 40 ریاست شفاخانه که 34 ولایت شوه و جمع چند شفاخانه در کابل شوه. این میرم من اطلاع دارم که امیدوارم، من باورم دارم که تغییرات به وجود میاد و این تغییرات یک ضرورت اساسی است. پس شما مطمئن هستین که این وزارت میتونه کمر زورمندان در این وزارت بشکنه و افراد شایسته را به جای آنها انتخاب کنه؟ این بزرگترین چالش است و این تعهد داده شده. وزارت وزیر صاحب محترم تلاش های خود را با رئیس جمهور و رئیس اجرایی انجام دادن و از این طرح حمایت کردن. طبعا اونا هم از خود حامیانی داره، اما فکر میکنم که با یک بارگی خواسته شد و از اینا تقدیر شد که شما 10 سال 20 سال 25 سال زیاد خدمت کردین، بگذارین به یک بخش دیگه که نسل جدید ضرورت است که نسل جدید بیا و اینها در کنار از اونها باشن و نسل جدید کار پیش ببره. سپاس از حضورتان در برنامه مهمانان عزیز و سپاس از شما بیننده ها هم که تا حال همراهی من بودید. شبتان خوش.